پس بگو ببینم موضوع انشای شما چی بود؟ از چه حیوانی خوشت میآید و چرا؟ زو موضوع انشای شما چی بود؟ از چه حیوانی خوشت میآید و چرا؟ اجازه موضوع چه خمالم به اون گه؟ خیلی خوب متوجه شدم. شما نمیخواد به من توضیح بدی. درست وایسا. موضوع انشا از چه حیوانی خوشت میآید و چرا؟ خب ببینم. پس به نام خدا چی شد؟ اجازه نکرد. مگه به شما یاد ندادن قبل هر کاری اسم خدا رو بگی؟ بله. پس چرا نگفتی؟ ببخشید. من یه نمایش خانگی بازی کردم، خونسرد، بچگی خانم سارسلوزاده بودم. اینو من تو زبونم نگفته، سارسلوزاده. بعدش کارگردانش آقای امین حسین ترابی. تقریبا 10 تا فیلم کوتاه بازی کردم نقش اصلی. یه سریال که الان دارم بازی میکنم بدل به کارگردانی آقای علی مشدی. یه سینمایی بازی کردم با یه سریال این اولین تئاترمه که بازی میکنم، ولی 3 تا فیلم کوتاه با یه سریال. الان هم که سر یه فیلم سینمایی هم اسمش شناسنامه است. مامان تو خونه با هم کار میکنه، مثلا میرم فقط امتحانا میدم. الان فقط کتاب هم نگاه کن، هیچی توش ننوشتم، فقط میرم امتحانا میدم. امروزم که کارنامه هم دادم همه خیلی خوب بودم به جز ریاضی. من بعضی وقتا مثلا کتاب دفترمو میارم داخل اتوبوس، ماشین، یا تو مترو میام مدادمو در میارم مینویسم. بیشترین چالشمون توی این مبحث این بود که باورپذیر باشن، چون بازی که از دختر بچه ها، پسر بچه ها اکثرا تو میدیوم های مختلف میبینیم، چه تو تلویزیون، چه تو تئاتر، چه تو سینما، اینه که خب بچه ها ناخودآگاه یکم شیرینن، یکم خوشگلن، لوس میشن، و این المان هایی که بهتون میگیم توی ارائه بازیشون هم تاثیر میذاره. ما خیلی سفت و سخت در واقع باشون تمرین میکردیم و باشون مثل آدم بزرگسال کار میکردیم، یعنی هیچ کدوم از بخشای کارمون به شکل بچگونه در واقع انجام داده نشد، بیشتر همه چیز بزرگسال بود. بی‌نظیرن از این جهت میگم که در لحظه، یعنی همین الانی که دارن اینجا تمرین میکنن به هیچ چیز غیر این فکر نمیکنن. این به نظرم بازیگری همینه. به نظرم من در وهله اول از رفیق 15 سالم تشکر کنم، علی غریب، که تو این کارم بازی میکنه. اصلا ایده کار، این کار رو انجام دادن از علی شروع شد که گفتش که آقا بیا یه متنی دست برداریم، هم رئالیستی باشه، هم کار کنیم، هم واسمون آورده داشته باشه. ما یه دوره اجرا توی نوفلوشاتو رفتیم و بعدش مدیران تاشل دوتو داشتن، تونستیم توی تئاتر شهر هم اجرا بدیم و الان هم توی جشنواره هستیم. به معلمتون میگم نمره انشای جفتتون رو صفر بده تا بفهمید که دیگه سرخود کاری نکنه. وای وای وای، نفس دروگو کیه؟ نفس دشمن خدا. نشنیدم. دشمن خدا. جای دروگو کجاست؟ جهنم. تو که اینا رو میدونی پس چرا دروگ میگی؟ این برگه که واسه همین دفتره. سربازم هم وقتی میخواد خودشو معرفی کنه زمین باید بلرزه. بله سر. شیشه پنجره باید ریز شه. چشم. صدا تو دفتر فرمانده محترم پادگان باید بره. بله چنو. بسم الله الرحمن الرحیم. نه. امیر نفیش. نمیشنم. جمعه گلانی. داد بزن. بعدش چی شد؟ بعدش پرت بکن. پرت دیگر روکت خوردی به تخت یا خوردی به زمین. میگم پرتت که کرد پاکت خوردی به تخت یا خوردی به زمین؟ به تخت زمین. جناب پاکت به زمین. خیلی خوب کرد. مرسی که نماشه دوستان نشده. خدا رو اتفاق کردیم. دست بزنیم به افتخار نویسنده.